تا به امروز سندی نیست که نشون بده محمد جعفر معلاتی یا هیچ کدوم دیگه از دیپلمات ها از سوی دولت خودشون مورد اطلاع قرار گرفتن در مورد جنایات صورت گرفته. ولی اون چه که در مورد سند و مدرک بسیار وجود داره اینه که این دیپلمات ها و به ویژه آقای محلاتی از سوی سازمان ملل و عفو بین الملل و همینطور گروه های سیاسی و رسانه ها در جریان این خبرهای مربوط به اعدام های گسترده قرار گرفتن. جلسات حضوری همطور که شما گفتیم بین گزارشگر ویژه و جعفر محلاتی در آذر 67 صورت گرفته در مورد کشتارها و با وجود این شواهد فزاینده که مورد توجه گسترده رسانه های بین المللی هم در اون مقطع قرار گرفته، محمد جعفر محلاتی هماهنگ با سایر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان صرفاً به تکذیب این گزارش‌ها ادامه می‌دادند. به طور مشخص تمام این دیپلمات‌ها اعدام‌ها رو ساخته گروه‌های ساخته و پرداخته گروه‌های اپوزیسیون می‌نامیدند، ادعا می‌کردند که در واقع کسانی که اعدام شدن در جریان حمله نظامی مجاهدین جون خودشون رو از دست دادن و بنابراین تا ماه‌ها به این روایت‌های دروغ ادامه می‌دادند با وجود اینکه شواهد همچنان رو به افزایش بوده. علاوه بر اون چه که شما بهش اشاره کردیم، محمد جعفر محلاتی نقش کلیدی رو داشت در اعتراض به قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل در آذر 67 منتشر میکنه، تصویب میکنه در و یک بخش از اون اعتراض به اعدام‌های گسترده تابستان 67. محمد جعفر محلاتی پیش از تصویب قطعنامه این قطعنامه رو یک قطعنامه مبتنی بر اطلاعات دروغ ارائه شده توسط گروه های تروریستی مینامه، پس از تصویب قطعنامه اون رو یک عملی ناعادلانه مینامه که موجب در واقع یک بازی سیاسی توسط کشورهای غربی علیه ایران، و بعدتر حتی در آذر 67 و دی 67 که باز هم گزارش های بیشتری توسط عفو بین الملل و سازمان ملل منتشر میشه، انکار اعدام ها رو از سوی جمهوری اسلامی به چالش میکشه، اعلام میکنه که این گزارشات در فقط نوک کوه یخه و هزاران نفر اعدام شدن و در گروه‌های جمعی دفن شدن، باز هم به این استراتژی ادامه میده و در اسفند 67 زمانی که دیگه جهان از این اعدام‌های هولناک مطلع شده بوده، باز هم یک نامه به عفو بین‌الملل محمد جعفر محلاتی میفرسته و ادعا میکنه که هیچ اعدام سیاسی در ایران صورت نگرفته و عفو بین‌الملل نباید به گزارش‌های گروه‌های تروریستی اتکا بکنه. یک نسخه از این نامه رو هم محمد جعفر محلاتی به دبیر کل سازمان ملل میفرسته و میخواد که در اسناد مجمع عمومی این نامه ثبت بشه، و بنابراین در واقع ما از مشخصا طبق اسناد سازمان ملل حداقل از آبان 67 تا اسفند 67 با اقدامات مکرر محمد جعفر محلاتی در انکار کشتار 67 روبرو هستیم. خانم بحرینی اشاره کردید که ایشون در آذر و دی 67 به شکلی تلاش کرده مانع تصویب قطعنامه بشه و ظاهرا تهدید کرده بودن بر اساس گزارش شما که همکاری با گزارشگر سازمان ملل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت در صورتی که اون قطعنامه به اون شکل تصویب بشه. یه توضیح کوتاهی بدیم، وقتمون خیلی محدود هست، این که آقای جاوید رحمان خواستار یه گزارش مستقل در این باره شده بود، خانم شیرین عبادی، خانم آذر نفیسی، خانم لادن برومند خواستار تحقیقات شدن. نتیجه چه شده؟ نتیجه این تلاش ها؟ ببینید، موضوع کشتار 67 در واقع به دلیل همین کارزار انکار جمهوری اسلامی از یک طرف و مناسبات غیر اخلاقی حاکم بر جهان به ویژه در آن سالها از طرف دیگر اونطور که باید مورد توجه جامعه بین المللی قرار نمیگیره و تقریبا از اواخر دهه 60 و به خصوص از آغاز دهه 90 میلادی، یعنی پایان دهه 80 میلادی و آغاز دهه 90 میلادی، کشتار 67 با وجود اینکه یک جنایت ادامه دار بوده، یعنی سرنوشت قربانیان حتی مشخص نمیشه، گورهای جمعی محلش نامعلوم میمونه، مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار نمیگیره و تقریبا میشه گفت به فراموشی کامل سپرده میشه. در تمام دهه های بعدی بازماندگان و خانواده ها یک کارزار شجاعانه برای جلوگیری از این به فراموشی سپردن رو به راه میندازن، روایت های خودشون رو ثبت میکنن و به تدریج پس از چندین دهه گروه های حقوق بشری هم به این تلاش ها میپیوندن و گزارش های رو منتشر میکنن، و ما از سال 2016 میلادی مجددن میبینیم که در اسناد سازمان ملل به کشتار 67 اشاره میشه و به طور فزاینده از سال 2016 به این طرف ما اشارات بیشتری میبینیم، یعنی اول از همه اسناد جهانگیر
زنده یا در واقع اسما جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال 2016 یک بخشی از گزارش خودش رو به کشتار 67 و آزار و اذیت ادامه دار خانواده ها اختصاص میده. پس از انتشار گزارش عفو بین الملل در سال 2018 ارجاعات به این ناپدیدسازی های قهری مرتبط با کشتار 67 و اینکه این یک جنایت ادامه داره رو ما در گزارشات جاوید رحمان میبینیم و همینطور دبیر کل سازمان ملل. کارگروه ناپدید شده دگان قهری سازمان ملل نهایتاً در آگست سال 2021 همراه میشه با عفو بین الملل و از ایجاد یک تحقیقات بین المللی در این رابطه حمایت میکنه و در دسامبر سال 2021 هم ما یک مکاتبه اعتراضی بی سابقه داریم از سوی تمام گزارشگران مهم مرتبط سازمان ملل، یعنی گزارشگر ویژه اعدام، گزارشگر ایران، گزارشگر شکنجه و کارگروه ناپدید شدگان قهری سازمان ملل و چندین گزارشگر دیگه، که یک نامه به جمهوری اسلامی میفرستن، نامه بسیار مفصل 18 صفحه‌ای. تمام این مسائل مربوط به آزار و اذیت خانواده ها، پنهانسازی اجساد، تخریب گورهای جمعی، کارزار ارعاب و انکار و همه اینها رو بهش میپردازن و هشدار میدن که اگر این رویه ادامه پیدا بکنه خواهان تحقیقات بین المللی خواهند شد و در این حال برای اولین بار اشاره میکنن که این جنایات پیشین و ادامه داره در رابطه با کشتار 67 میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. از اون زمان به بعد تحول جدیدی صورت نگرفته، یعنی ما هنوز با ایجاد یک کمیسیون، هیچ اقدامی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای یک کمیسیون حقیقت یا روبرو نبودیم، ولی اینجا مهمه که اضافه بکنم که دلیل این عدم عمل در واقع دولت‌های عضو سازمان ملل هستند. کارشناسان مستقل سازمان ملل امروز یک صدا کنار خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفتن، یعنی هم جاوید رحمان و هم سایر گزارشگرانی که بهش اشاره کردم و هم کارگروه ناپدید شده و قهری سازمان ملل. یعنی ما جمعاً به کمک این تلاش چندین دهه بازماندگان و خانواده‌ها، اول از همه و بعد هم سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بعد به دنبالش سازمان عفو بین الملل با گزارش اسرار به خون آغشته و تمام پیگیری های بعدیش در سطح سازمان ملل، موفق شدیم که در تمام اسنادی که توسط کارشناسان مستقل سازمان ملل تهیه میشه اهمیت تحقیقات بین المللی رو جا بندازیم. ولی متاسفانه دولت های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هنوز حاضر نیستن که هیچ اقدامی رو در این رابطه اتخاذ بکنن و کمیسیون حقیقتیابی که بالاخره پس از تلاش زیاد در آذر گذشته تشکیل شد، یعنی ماموریت حقیقتیاب، فقط محدود به کشتارها و نقض حقوق بشری که از زمان کشته شدن مهسا ژینا امینی صورت گرفته و بنابراین ما همچنان باید به این خواسته خودمون در سطح بین‌المللی ادامه بدیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل موظفه که یک کمیسیون بین‌المللی رو برای رسیدگی به این پرونده باز جنایت علیه بشریت ایجاد بکنه. بله. و سازمان ملل مرتکب قصور جدی در حق خانواده‌ها و بازماندگان در طی تمام این دهه‌ها شده که هیچ رسیدگی درخوری رو در رابطه با این جنایت سهمگین علیه بشریت انجام نداده.